من بابای زئوس هستم. حتما میدونید که پوچگرایی و خودکشی در کشورهای سکولار و لائیک امروزه تبدیل به یک معضل برای ضد دین ها شده. ضد دین که تمام تلاششون اینه که یه جوری ولو زورکی دین رو عامل مشکلات جلوه بدن، تفکراتشون اینقدر فاجعه انگیز هست که دیگه هیچ جوری نمیتونن اون رو توجیه و سانسور کنن. در این گونه موارد اونها خودشون رو به در و دیوار میزنن که یه جوری قضیه رو توجیه کنن. نمونه این به در و دیوار زدن ها یکی از کلیپ های زئوس هست. او در کلیپش آمار خودکشی که توسط مؤسسه گالوپ ارائه شده و در اون تصریح شده که بیدینی یکی از عوامل مهم خودکشی هست رو نشون میده و اعلام میکنه که به نظر نمیرسه آمارگیری درستی باشه. البته زئوس برای ادعای خودش مدارکی هم ارائه میده و طبعا صوتی های جدیدی رو از خودش به نمایش میگذاره. اسکندری میتونی یه رازی رو نگه داری؟ معلومه، رفتم تو کار ازدواج. من که باورم نمیشه. حالا کی میخوای بگیری؟ به محض اینکه خواستگاری بکنم. چرا الان خواستگاری نمیکنی؟ اینجوری میتونی جشن و فوری راه بندازی. اتفاقا دقیقاً کاریه که میخوام بکنم. همین الان میرم پایین و ازش خواستگاری میکنم. خیلی عالیه. مطمئنا خیلی خوش میگذره. پسر عروسی به این برقی ندیده بودم. آخه حالم به هم میخوره ببینم یکی اینقدر خنگه و وایس اونجا و کلشه هی مرتب بکوبه به تاک. وای این که هدف این آمارگیری چی بوده و چقدر اعتبار داره نمیدونم، اما وقتی میبینم که از تمام کشورهای اسلامی فقط یک کشور کویت دیده میشه، با ثبت شدت بالای مذهبی بودن مردم کویت و از اون طرف میزان مذهبی بودن مردم کشور اسرائیل مساوی سطح مذهبی مردم سوئیس سنجیده شده، در حالی که خب مردم اسرائیل تقریبا همه به شدت مذهبی هستند و مردم سوئیس خیر، به نظر نمیاد که آمارگیری درستی باشه. زئوس خیال کرده که چون اسرائیلیا میگن که یهودی هستن، پس لزوماً دینشون هم باید دین یهودیت باشه. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی هارتس در مورد میزان مذهبی بودن اسرائیلی ها می نویسه کمتر از یک سوم اسرائیلی ها می گویند که مذهبی هستند. از روزی که اسرائیل به وجود اومده تا همین الان نظام یک نظام سکولاره، مکتبش یک مکتب مادیه، ربطی به خدا و پیغمبر و تورات و انجیل نداره و در اون زمان حتی کسانی که شروع کار را آغاز کردن مثل تیودور هرتسل اصلا دیندار نبودن، هیچ بخشی از تعالیم دینی را پایبند نبودن. کلی مسائل دخیله اینجور نتیجه گرفتن ها فقط یک حرفای مغرضانه هست که از سوی سایت های اسلامی منتشر میشه. خب راست میگه زئوس، آخه سایت های اسلامی مانند نیویورک تایمز و دیلی میل، چرا شما اینقدر سایت های اسلامی مغرضی هستید؟ مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری آمریکا، این حرفای مغرضانه چیه که داره از سوی شما منتشر میشه؟ دانشگاه هاروارد هم که دیگه هیچ، اون که دیگه سردسته سایت های مغرض اسلامی هست. هستن؟ چرا باید به من جواب رد بده؟ با اون همه جوش و خروشی که من بیچاره داشتم؟ چرا یه استیک آبدار با سیب زمینی و مخلفات نمیخوری؟ اگه شکم سیر باشه قصت کمتر میشه. تو هیچ وقت چی نمیفهمی. بی خدایان مثل همه انسانها امور اخلاقی رو از زندگی یاد میگیرند، تجربه میکنند و در مغزشون الگو و نظم اخلاقی شکل میگیره. همانطور که مشاهده کردید، ضد دین ادعا میکنند که انسانهای با اخلاقی هستند. اجازه بدید ببینیم که اصلا معنی اخلاق و فداکاری از دیدگاه بزرگان اونها چیه. جان کاترایت از بزرگان و مبلغان باور داروینی در کتاب تکامل و رفتار انسان بعد از ارائه یک سری ادعاها فداکاری رو تعریف میکنه و میگه تا اینجا تعریف کارآمدی برای فداکاری عرضه کردیم، رفتاری که شایستگی تولید مثلی گیرنده را به بهای هزینه هایی برای دهنده افزایش دهد. نمردیم و معنی فداکاری رو هم فهمیدیم. تازه این تعریف کارآمدشون بود. خدا به خیر بگذرونه تعریفای ناکارآمدشون. کار دیگه میتونم برات بکنم؟ آره منو تنها بذار.
بعد از این همه پرستاری درسوزی اینطوری با من حرف نزد. سعی کردم بهت شیرنی بدم، استیک آبدار و مخلفات بدم، دست و پات و مالش دادم، دلدارید دادم، گفتم نگران نباش پسر، دنیا دو روزه. اگه من جای تو بودم میرفتم خودم رو غرق میکردم. اسجندی چیز خوبی تو سرم انداختی، میخوام به پیشنهادت عمل بکنم. خوبه، میرم خودم رو غرق میکنم. سب کن ببینم، گوش کن، من شوخی کردم، فقط حالا وقت شوخی نیست پسر. میدونم ولی راجع بهش فکر کردی، اصلا تا حالا غرق شدی؟ هم غرق شدم هم فکرامو کردم. من یه نفر دیگه چیزی برای زنده موندن ندارم. احمق نشو پسر. منظور چی احمق نشو؟ این بالاترین و بهترین کاریه که در تمام زندگیم دارم انجام میدم. خب احمق باش. اجازه بدید حالا ببینیم اخلاق از نظر ضد دین ها چه معنی میده. خدا رو شکر توی تعریف اخلاق که دیگه حسابی سنگ تموم گذاشتن. اونها میگن اعتقاد ما به اخلاق فقط یک سازشکاری برای گسترش اهداف تولید مثلی من هست. خب پس مشخص شد که وقتی زئوس و ضد دین ها میگن انسان های اخلاق محوری هستن، منظورشون از اخلاق چی هست؟ خب خدا حافظ علی. خدا حافظ. موفق باشی. کجا میری؟ نمیخواستم اسم من توی ماجرا بیاد. این برای چی؟ وقتی تاسه شمردم هر دو میپرم توی آب. من برای چی بپرم؟ من که نمیخواستم زن بگیرم. بعد از این همه زحمت که برات کشیدم میخوای بذاری تنها بپرم توی آب؟ فکرشو کردی بعد از مرگ من تو چطوری میخوای تنها و بیکس و کار زندگی کنی؟ مردم به چپ چپ نگاه میکنن، میخوای بهت بخندن؟ اون وقت منم نیستم جوابشونو بدم، کسی دیگه نیست که ازت نگهداری کنه. میخوای زندگی اینطوری باشه؟ فکرشو نکرده بودم. ببخش احساساتو تو جریه دار کردم، نمیخواستم اینقدر بی‌معنی باشم. اشکالی نداره استندی، گذشته ها دیگه گذشته. این که زئوس میشینه و همینطوری برای خودش فلسفه میبافه، اینا همه خیال بافی خودشه. و یا نه در ضد دین چیزی به نام اخلاق به معنای واقعی کلمه اصلا وجود نداره. Start by giving up an active deity, then it gives up the hope that there's any life after death. When you give those two up, the rest of it follows fairly easily. You give up the hope that there's an imminent morality. And finally, there's no human free will. If you believe in evolution, you can't hope for there being any free will. There's no hope whatsoever of there being any deep meaning in life. We live, we die, and we're gone. We're absolutely gone. بیدینی احساس پوچی رو رواج داد. این که تو هیچی نیستی، تو بعد از مرگ نیست و نابود میشی، تو جدت ماهیا و پسر عموهات شامپانزه هستن و عموزادهات فلان، تو از خودت اختیاری نداری. اخلاق خیال باطلی هست که جنها اون رو به خورد تو دادن. خب نتیجه چنین تفکراتی چی میشه؟ دیگه هیچ اراده ای از خودش نداره. از نظر او دیگه خوب و بد بی‌معنی میشن. هیچ سردر نمیارم. آماده اید؟ خدا حافظ. خدا حافظ سندی. یک دو آلی یه چیزی به فکرم رسید. گوش کن، بهتر از این کار منصرف بشی آلی جون، چون اولا آب خیلی سرده، وقتی تو آب بپری ممکنه سرما بخوری، بعد ممکنه پرنده گربه چیزی بشی. راست میگی، به این موضوع فکر نکرده بودم. دنیا رو چه دیدی؟ یه وقت هم شده یه کوسه یا خدایی نکرده نه. نمیدونم، فکرشو نکرده بودم. اصلا خوش ندارم نهنگ بشم، الانم همچین کوچیک نیستم. زندگی چنین شخصی پوچ میشه. تو میگی بعد چیکار بکنم؟ تو سرگرم غرق شدن باش، تا من برم یه فنجون قهوه با شیرینی بخورم. یه بار غرق شدن که اشکال نداره. نه میگم تو بری قهوه بخوری و من خودم رو غرق بکنم. مزخرفات کافیه بسر. حاضری؟
خداحافظ علی. خداحافظ. یک دو علی. یه فکری کردم. بیا بیا. میگم آب به اندازه کافی عمیق نیست، ممکنه سرت بخوره ته ریش. بگیشو نکرده بودم. اگه مشکلی براش پیش بیاد و قدرتی داشته باشه، نه یک نفر و دو نفر، بلکه حاضر یک جنگ جهانی را بندازه، چون از نظرش قیامتی وجود نداره که بخواد به خاطرش بازخواست بشه. و اگر هم قدرت نداشته باشه، به راحتی خودش رو میکشه، چون از نظرش باز هم قیامتی وجود نداره که بخواد بازخواست بشه. ها؟ آلی جون، بیا 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 بیا. چیه چیه؟ نمیتونیم بپریم، یکی داره ما رو نگاه میکنه. نگاه اونجا بجا بجا. خودتون مسخره کردی؟ گفتم ما میپریم تو میتونه و این کاریه که حتما میکنیم. حالا دست از مسخره بازی وردار و ایلا بدون تو میپرم توی آب. منو تک نگونیم. پس آماده ای؟ بسیار خوب. ساکت شو. بگو یک، بگو دو. ببخشید آقایون، مشکلی پیش اومده؟ اگه اشکالی نداره میخوایم بپریم تو رودخونه. آخه چرا؟ این کار احمقانه برای چیه؟ مسلماً مشکلتون انقدر وحشتناک نیست. منم هم سعی کردم همینو به این بگم، همش به خاطر اینه که طرف بهش جواب رد داده. به نظر شما ارزشش داره؟ حتی بزرگان ضد دین هم آخر کارشون به خودکشی میکشه، مثل همین قضیه خودکشی فراد که ضد دین‌ها تلاش میکنن که یه جوری توجیهش کنن. افکار او حتی نتونست که روحیه امید به زندگی رو در خودش ایجاد کنه، چه برسه که انتظار داشته باشیم موجب حل مشکلات روانی دیگران هم بشه. خوب میفهمم چه احساسی دارید، ولی خیلی چیزا برای زندگی کردن دارید. گربه خونگیت هست، من هستم. زندگی با ارزشتر از اونیه که به خاطر شنیدن یه جواب رد خودتو از بین ببری. راست میگه علی جون، اون راست. من تصمیمم بر نمیگردم، اون باید منو بخواد. وقتی من میخوام کاری رو انجام بدم، هیچ تنابنده‌ای نمیتونه جلوی منو بگیره. بله قربان. خب آماده ای یا نه؟ یه دقیقه صبر کن علی جون. هی آقا، اگه ما به لژیون ملحق بشیم چقدر طول میکشه اون فراموش کنه؟ زیاد طول نمیکشه، فقط یکی دو روز. پس زمانش خیلی کمه، دیگه لازم نیست نگران بشی، دیگه به اینم احتیاجی نداری، درسته؟ اما در مقابل دیندارها چی؟ خداوند در قرآن میفرماید از رحمت خدا ناامید نمی شود مگر کسی که کافر هست. دینداران هیچگاه دچار ناامیدی نمی شن. اونها می دونن که حتی در بدترین شرایط هم امکان گشایش وجود داره. چه بسیار کسانی بودن که بدترین بیماری ها را هم داشتن، اما به صورت معجزه آسایی زنده موندن. اونها میگن حوادثی اتفاق می افته که به هیچ وجه نمی شه اون را با علم توضیح داد. نمونه این حوادث شخصی است که 30 سال است که مبتلا به سرطان خون بوده، اما به دلیل دعا هنوز زنده است. آخرین این شفاها هم دختری بود که همین چند هفته قبل شفا پیدا کرد. او به این حرمه یه بچه شفا گرفت، نمیتونسته راه بره، هم بینایی نداشته. گفتن این بچه به برکت حسین بینا شده. بعد وقتی نگاه کردم دیدم این بچه صورتش به چشما رو به آسمون، این تازه چهره ها رو داره مطابقت میده. این بچه هنوز صورت مادرش هم نمیشناسه، صورت مادر بزرگش هم نمیشناسه. بله از روی صدا شاید بشناسه، ولی نگاه کنید میاد تو صورت آدم ها اینجوری خیره خیره نگاه میکنه. مگه نه قربونت برم؟ میگه این بچه هر هفته تشنج میکرده، اما از این موقعی که اومدیم اینجا دیگه تشنج هم نمیکنه. اصلا داروش هم نداره میشه. چجوری داره این دنیای قشنگ رو نگاه میکنه؟ عمو جون همه دنیا به این قشنگی نیست قربونت برم. اینجا کربلاست که اینقدر قشنگه. علاوه بر اون آمار خودکشی به خیلی عوامل بستگی داره، عواملی به مراتب مهمتر و مؤثرتر از عقاید و باورها، از بیماری های روانی مثل افسردگی تا فقر و مشکلات مالی تا مسائل فرهنگی و آبرو تا پدیده های جنگ و بسیاری مسائل دیگه که به مراتب مهمتر از تأثیر باورها هستند. زئوس در کلیپش میگه بیماری های مانند افسردگی و فقر و مشکلات مالی و مسائل فرهنگی و پدیده های مانند جنگ عامل اصلی خودکشی هستند و نه باورهای ضد دین. این نوع استدلالات در واقع مغالطه محسوب میشه.
این حرف زئوس مثل این میمونه که شهردار شهری در یک پارک ببینه که چند نهال درخت خشک شده، لذا از باغبان بپرسه چرا این نهال ها خشک شدن و او بگه که چون ریشه آب جذب نکرده که به نهال برسونه. خب ما هم میدونیم که وقتی ریشه درخت آب جذب نکنه موجب خشکیدن درخت میشه. سوال اینه که چرا آب به ریشه نرسیده؟ البته پاسخش مشخصه، چون باغبان کمکاری کرده و به نهالها آب نداده. پس عامل اصلی خوش شدن درخت ریشه نیست، بلکه عامل اصلیش خود باغبان است که به اون آب نداده. در مورد خودکشی هم ما میدونیم عاملش مسائل فرهنگی و از این قبیل هست، اما اینا متأثر از چه تفکری هستن؟ کیا هستن که توی کانالاشون دارن از زشت‌ترین اعمال مانند همجنس بازی حمایت میکنن؟ طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا، همجنس بازان فقط 2% جمعیت آمریکا را تشکیل میدن، اما همین 2% 70% ایزی های جدید آمریکا را شامل میشن. یعنی 98%ی که همجنس باز نیستن فقط 30% ایز میگیرن، اما همون 2% همجنس باز 70% ایزی های جدید را تشکیل میدن. خب این مشکلات برگرفته از افکار کیاست؟ زئوس میگه جنگ و فقر و مشکلات مالی عامل خودکشی هستن. سوال اینجاست که اینا رو کیا راه انداختن؟ کیا هستن که هر روز یه کشوری رو تحریم میکنن و موجب افزایش فقر و بیکاری در جهان شدن؟ کیا هستن که طبق اصل تنازع بقاشون هر روز یه جنگی یه جایی راه میندازن و موجب کشته شدن میلیون ها نفر در جهان شدن؟ فقط جنگ جهانی دومشون موجب کشته شدن بیش از 70 میلیون نفر بیگناه شد. از سال 1917 الی 1919 فقط در کشور ما ایران حدود نیمی از جمعیت در اثر گرسنگی ناشی از جنگ جهانی اول مردن. عامل این موضوع کیا بودن؟ همین امروز کیا هستن که میان توی کانالشون کامنت میگذارن و از تجزیه ایران و دیگر کشورها و طبعا گسترش جنگ در منطقه حمایت میکنن؟ بگذارید یک نمونه از خودکشی اسلامی بگم. شهید محسن حججی اخیراً در سوریه به دست داعشیان اسیر شد و سرش بریده شد. وصیتش میدونید چی بود؟ اینکه یک عکسش رو به رهبر ایران پیشکش کنند و یک عکس دیگش رو به فرماندهش هدیه بدن. این آخرین درخواست زندگی یک جوان برومند هست. دقیقا احساس پوچی همینه. زئوس اگه به جای خیال بافی ها کمی هم تحقیق میکرد متوجه میشد که این مطلبی که در مورد اهدای عکس داره به شهید حججی نسبت میده وصیت نامه او نیست، بلکه این وصیت نامه شهید حججیه. یعنی اگه کل دانشمندان جهان هم جمع بشن تا فقط سوتی های یه زئوس رو بگیرن باز هم از پسش بر نخواهن اومد. این متن توسط شخص دیگری نوشته شده. نویسنده این متن سعی کرده که حس شهید حججی رو که از این عکس برداشت میشه بنویسه. خب توی این عکس میبینید که شهید حججی چطور بدون ترس و قاطعانه ایستاده، در حالی که داعشی که پشت سرش هست ترس توی صورتش موج میزنه. این عکس چنان تاثیرگذار هست که حتی خبرگزاری‌های خارجی رو هم تحت تاثیر قرار داده و از او به عنوان سمبل جنگ با داعش نام میبرند. اما زئوس به جز سوتی‌های جدیدی که ارائه داده اکتشافات جدیدی رو هم توی این کلیپش مطرح میکنه. او میگه شهید حججی و کسانی که در جنگ با صدام شهید شدن انسانهای پوچی بودن، چون رفتن و جونشون رو در راه وطنشون دادن. این گونه اظهار نظرهای زئوس رو وقتی میشنوم یاد این شعر میافتم که میگه قافیه چو به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. در اینجا هم زئوس که خیال بافیاش با واقعیت نمیسازه به یک باره به جفنگ میفته و چنین سخنانی را میگه. البته چنین سخنان احمقانه ای از طرف کسی مثل فرزندم زئوس که فکر میکنه خورشید دور مرکز کهکشان نمیچرخه و یا کره ماه از دیدگاه او در چند متری زمین قرار داره تعجبی نداره. ولی من مصر هستم که این رو به امثال زئوس بگم که اگه قرار بود همه ایرانی ها مثل تو پاشن برن خارج و الان غرب ایران دست صدام یا امثال داعش بود،
کاش منم میتونستم برم. کجا بری؟ خب جنگ دیگه. من اگه به خاطر این کف پای تخرم نبود ظرف یه دقیقه میرفتم. پس ناقص. خب دوست جوان، نظرت برای پیوستن به ارتش چیه؟ بی تفاوت بشیم. صبح بخیر سرکارش دوبار. خب نظرتون چیه؟ درباره چی چیه؟ میدونی منظورم چیه. نظر درباره این یونیفرما چیه؟ خیلی متاسفم اما ما امکان تهیهشو نداریم. چه امکان ندارید؟ بله قربان، اخیراً امکان خیلی چیزا رو نداریم. همونطور که انتظار داشتم، دو تا آدم عوضی که هیچ حس وطن پرستی ندارن. اینطوری حرف نزنید. باید از خودتون شرمنده باشید سرکار. شرمنده از چی؟ متاسف. بایدم باشید. کوتا بیا، سرزنش هم نکن. بیایید بریم برای خودتون قهوه بخوریم. متشکرم. اگه قرار بود همه ایرانی ها مثل تو پاشن برن خارج و جزایر سگانه که قطعا بر باد رفته بود، خلیج فارس هم که شده بود خلیج عربی، بندر عباس هم که دیگه قطعا میکردن بندر عربی، هرمزگان و کرمان و بوشهر هم عزیزان شیخ نشین زحمت میکشیدن و یکی یکی یه عربی بعدش میگذاشتن و بعد ادعا میکردن که اینها هم مال اونها بوده. خلاصه ایران الان کلن بر فنا رفته بود. قدم رو دنگلادست. متشکرم. به جای خود، به جای خود. بیشورها، تا حالا همچین حیواناتی توی عمرم ندیده بودم. من حالا به شما دیوونه ها یک شانس دیگه میدم. اگه این بارم درست انجام ندین، میدمتون دست دژمان تا بندازتتون تو هلافتونی. گروهان به چپ، قدم رو. اون زمانی که امثال زئوس توی خارج کشور دنبال خوشگذرونیاشون بودن، امثال شهید حجتی‌ها توی روستاهای کشور در حال ساخت مدرسه و خونه برای مردم بودن. اینهان که زندگی خودشون براشون ارزش داره و اونو صرف کارهای بزرگ میکنن، و اینهان که برای دیگران و زندگی اهمیت قائل هستن. برای اونها نه نعمتهای بهشتی مهم هست، نه تعریف من و شما ازشون، بلکه هدفشون فقط خدمت به مردم و رضایت خدا هست. به همین دلیل هم هست که مردم برای این افراد ارزش قائلن و از مقام اونها تجلیل به عمل میارن. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشی و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه. اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکنه. مواظب به خودتون باشید و دعا کنید منم رو سفید. منافقان آنها هستند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ پس مرگ را از خودتان دور سازید. اگر راست می گویید. هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
آنها به خاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است خوشحالند و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشدند، مجاهدان و شهیدان آینده خوشبختند، زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می‌بینند و می‌دانند که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت و از نعمت خدا و فضل او نسبت به خودشان نیز مسرورند و می‌بینند که خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی‌کند.